برای گفتگو بیشتر همراه میشیم با پرستو صالحی، بازیگر از ترکیه. خانم صالحی، شما چندی پیش بود که حجابتون رو در اعتراض به حجاب اجباری از سر برداشتین و مشخصا پست‌هایی رو در حمایت از اعتراضات منتشر کردین. آنچه که امروز در ایران میگذره شما رو به چه فکری میندازه؟ چه فکری میکنین راجعش؟ درود بر شما و همه بینندگان خوب برنامه‌تون. من فکر می‌کنم اون چه که در ایران داره اتفاق می‌افته نتیجه 44 سال ظلم و ستمی هست که جمهوری اسلامی به مردم روا داشته و این فقط به مسئله مهسا امینی ختم نمیشه. این در واقع یک دمل چرکی بود که من فکر میکنم مهسا امینی نیشتر به این دمل چرکی زد و این در واقع دمل سر باز کرد و این کثیفی و در واقع چیزی که از نظام جمهوری اسلامی برمیخواست بیرون زد و نتیجهش رو هم دارن میبینن. مردم یک پارچه شدن در تمام شهرها. فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود این چنین همبستگی بین تمام شهرهای ایران وجود نداشت. این بار من فکر میکنم که خیلی گسترده تر هست و امیدوارم که این همبستگی ادامه پیدا بکنه، همه در کنار هم باشن، با هر عقیده و سلیقه‌ای به هم احترام بگذارن و اختلاف سلیقه ها و نظرها و عقیده ها رو فعلا موقتا کنار بگذارن و در کنار هم در این در واقع جنبش و این جنبش با شکوه باشن تا به پیروزی ختم بشه. این همبستگی که اشاره کردین این رو ناشی از چی میدونین؟ به حال شما تا چندی پیش در ایران بودین، در جامعه بودین، میدیدین که چه اتفاقی داره زیر پوست جامعه میفته. همبستگی، ببینیم، ما چیزی که در این 44 ساله متاسفانه اتفاق افتاده اینه که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده بین مردم کلاً تفرقه ایجاد بکنه، بین مردم و هنرمندها خیلی بیشتر. در این سالها با ترفندهای مختلف سعی کردن با سیبل قرار دادن هنرمندا این در واقع تفرقه رو برای چنین روزهایی ایجاد بکنن، برای چنین روزهایی که هنرمندها اگر هم از تریبونشون بخوان استفاده بکنن مردم اونها رو نپذیرن و یا پس بزنن. این اتفاق سالهاست داره با برنامه‌ریزی پیش میده و من حتی در ایران بارها راجع به این مسئله صحبت کردم، گفتم اجازه ندید که بین شما و هنرمندان و ورزشکاران کشورتون تفرقه بندازن، چون اینها میترسن از بزنگاه‌هایی که تریبون‌هایی که چهره‌ها و مشاهیر دارن به ضررشون استفاده بشه. به خاطر همین هستش که چند وقتی یه بار مشاهده این هستیم که یک هنرمندی رو سیبل قرار میدن و کاملا هدایت شده اون رو از دور خارج میکنن و یک تریبون و هر هنرمندی که در واقع این سیبل قرار میگیره از تریبونش هم دیگه نمیشه استفاده کرد و ما شاهدیم که این روزها اگر هر هنرمندی حالا اگر در یک مقطعی سکوت کرده وقتی میاد و الان میپیونده مردم متاسفانه اون رو پس میزنن. من الان اینجا حضور دارم که بخوام از مردم شریفمون، مردم نجیب و رنج کشیده ما، که هر کسی با هر گذشته‌ای که داشته، اگر دیر صحبت کرده، اگر دیر سکوت و شکسته، اگر در انتخابات حمایت کرده، اگر زمانی در واقع در رأی‌گیری‌ها و اینها شرکت کرده، مطمئناً فکر می‌کرده در اون زمان کار درست، همون کاری که سال 57 خیلی از فرهیختگان و در واقع مشاهیر انجام دادن و فکر می‌کردن انقلاب 57 به نفع مردم ایرانی که 100% غلط بود و تمام محاسباتشون اشتباه از آد در اومد و خیلی هاشون هم حتی مهاجرت کردن، یعنی مجبور به مهاجرت شدن. پس هنرمندانی که الان در حال حاضر در داخل ایران هستن هم میتونن جایز الخطا باشن، میتونن در مقاطعی فریب خورده باشن و برای اینکه برای بهبودی اوضاع در یک سری در واقع انتخابات ها حتی شرکت کرده باشن و بعد پشیمون شده و حالا امروز تصمیم گرفتن که به صف مردم بپیوندن، اونها رو پذیرا باشیم با سرزنش و سرکوفت گذشته که چنین است و قبلا چرا حرف نزدی و چرا امروز و چرا دیروز نه، چرا پریروز نه. با این حرف ها باعث سکوت مجدد آدم ها نشیم. امروز من فکر میکنم که ما نیاز داریم به تک تک آدم ها، به تک تک عقاید و سلایق که در کنار همدیگه باشیم و این تریبون ها رو بذاریم حفظ بشه که بتونن صدای مردم باشن، در نطفه خفه نکنیم صدای کسانی رو که امروز به این صف پیوستن.